چند روز تا انتخابات مجلس خبرگان، رابطه آیت الله خامنه‌ای با نمایندگان مجلسی که باید بر عملکرد رهبر نظارت کنند چگونه است؟ در گذشته محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار و متفکر نامدار مصر در 92 سالگی و مبتلایان به بایپولار یا اختلال دو قطبی با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. چند روزی بیشتر تا انتخابات مجلس خبرگان باقی نمانده، مجلسی که وظیفه مهم ارزیابی عملکرد رهبر فعلی و تعیین رهبر آینده ایران را بر اساس قانون اساسی بر عهده دارد. نعیمه نامجو در گزارشی نگاهی کرده به وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی و رابطه رهبر با نمایندگان این مجلس. 88 صندلی مجلس خبرگان به زودی با گروه تازه از نمایندگان پر میشه. مجلسی که دورش 8 سال است و نمایندگانش معمولاً هر سال تنها دو بار اینجا جمع میشن. مهمترین وظیفش هم تعیین جانشین احتمالی آیت الله خامنه ای خواهد بود. به همین دلیل بعضی دوره پنجم را یکی از مهمترین دوره های این مجلس میدونند و اهمیت انتخابات پیش رو را دوچندان. طبق اصل 107 قانون اساسی، تعیین رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان هست. بر اساس اصل 111 هم نمایندگان این مجلس میتونن رهبر رو در شرایطی که از انجام وظایف قانونیش ناتوان بشه برکنار کنن. همین اصل هست که بحث نظارت بر رهبری و اظهار نظرهای تند و تیز درباره امکان نظارت یا عدم نظارت بر رهبر رو باز میکنه. همین چند ماه پیش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، با صراحت گفت که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. موضوعی که نزدیکان آیت الله خامنه ای هم چندان علاقه ای به اون نشون نمیدن. در کنار این، بعضی از نمایندگان مجلس خبرگان با حکم رهبر یا با نظر مستقیم او به پست‌های منصوب میشن. مثلا بعضی از نمایندگان دوره چهارم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و بعضی از نمایندگان این مجلس مثل احمد خاتمی و محمد علی موحدی کرمانی هم امام جمعه موقت تهران. در بین حدود 800 نفری که برای این دوره انتخابات ثبت نام کردند، نام چند زن هم دیده می شد. اما هیچ کدوم از سد تعیین صلاحیت نگذشتند تا به این ترتیب در هیچ کدوم از دوره های این مجلس زنی بر این کرسی ها تکیه نزده باشه. از میان مردان هم 161 نفر تعیین صلاحیت شدند که تعدادشون از دو برابره تعداد کرسی ها هم کمتره. انتخابات مجلس شورای اسلامی هم چند روز دیگر برگزار می شود. انتخاباتی که معمولاً برای رای دهندگان در بسیاری از حوزه ها مسائل و مشکلات محلی اولویت دارد و نامزدها وعده و وعید باز کردن این گره ها را می دهند. در این گزارش نگین شیراقایی نگاهی کرده به مشکلات اقتصادی و خواسته های مردم از نمایندگانشان. تعطیلی کارخونه ها، زمین خاری، کمبود مسکن یا فقر، مشکلات اقتصادی این که هرچند در سراسر کشور گستردن، اما ایرانی ها در هر منطقه با شکل خاصی از اون روبروان. اصلی ترین خواسته از نمایندگان مجلس هم به نظر قدم برداشتن برای حل این مشکلاته. در میون همه این مشکلات به نظر میاد ایجاد فرصت شغلی مهمترین خواسته است. در این نقشه که بر اساس داده های مرکز آمار ایران تهیه کردیم، استانهایی که بیشترین میزان بیکاری رو دارن پررنگتر نشون داده شدن. شاید بتونین استان خودتون رو هم در این میون پیدا کنین. مرکز آمار ایران میگه در سال 93 متوسط بیکاری در کشور 10.6% بوده. البته آمارهای دیگه ارقامی بالاتر رو نشون میده. این از تفاوت در تعریف بیکاری میاد. اما همین آمار هم تصویر روشنی به ما میده. اگر در کرمانشاه زندگی میکنین، بیشترین بیکاری از آن شماست، 15.7%. به گفته رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان، 70% کارگاه های صنعتی استان یا بسته شدن یا نیمه تعطیلن. بیکاری بیش از همه در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها دیده میشه. جوانان تحصیل کرده ای داریم که متاسفانه خیلی بیکار هستن و درصد بیکاری بالاست. نماینده های شهر ما باید کاری کنن که
این درصد بیکاری کم بشه، کاهش پیدا کنه، به جوان ها بیشتر بها بدن، سازمان ها، نهادها طی مذاکراتی که دارن، طی اختیاراتی که دارن یک کاری کنن که به جوان ها بیشتر بها داده بشه. مشکل اشتغال منحصر به کوهستان نیست. در آذربایجان غربی فرش بافا بیکارند، در یزد کارگران کارخانه‌های کاشی‌سازی و در گیلان چایکاران. در کوهکیلو و بویراحمد یکی از نمایندگان مجلس میگه وضعیت بد اقتصادی مردم رو در آستانه بحران تغذیه قرار داده. یعنی به گفته او خیلی ساده، مردم نمیتونن مایحتاج روزانه‌شون رو بخرن. بیکاری اینجا بالاست، 14.8%. جوونا میگن در موندن در کوهکیلو بویراحمد خیری نیست. استان ما یه استان خیلی کوچیکه، شدیداً هم محرومه نسبت به بقیه استان. با وجود اینکه ما 33% نفت ایران رو داریم تولید میکنیم، قسمت جدساران، ولی متاسفانه هیچ سودی از این فروش نفت عاید استان ما نشده. زبونای ما الان، من خودم یکیشم، مجبورم که یا برم سمت استان فارس برای کار پیدا کردن، یا استان بوشهر، یا استان اصفهان، تهران، یعنی بقیه استان ها مجبورم مهاجرت بکنم. و فقط کسایی تو اون استان میمونن که از الان یه دامداری داشته باشن، یه چیزی دیگه، یعنی هیچ صنعتی تو استان ما وجود نداره. مهاجرت بین استانی تنها در کوهکیلو و بویراحمد نیست. به طور مداوم در 5 سال گذشته مردم به ویژه جوانها از استانهای قرمز رنگ به استانهای آبی رفتن. بیشترین جابجایی در این دوره در استان لرستان اتفاق افتاده که 2% جمعیتش در این 5 سال مهاجرت کردند. برای تغییر اساسی در این وضعیت تنها مجلس نمیتونه تاثیرگذار باشه. بهبود وضعیت اراده همه دستگاه‌های کشور رو لازم داره. ولی وقتی رئیس جمهوری همین چند روز پیش در توصیف مشکلات اقتصادی تنها به دستگاهی فاسد بدون نام اشاره میکنه، نمیشه چندان به این اراده جمعی امید بست. برمیگردیم به شما در استودیو. هفته ای که گذشت 5 سال حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود. در این سالها فعالان حقوق بشر بارها به ادامه حصر اعتراض کردند و یکی از وعده های حسن روحانی تلاش برای رفع حصر بود. همین چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا هم خواهان آزادی و رعایت حقوق آنها شد. فرانک امیدی نگاهی کرده به اینکه آزادی این چه جایگاهی در مطالبات مردم ایران دارد. حصر مخالفان سیاسی در ایران و دیگر کشورهای جهان پدیده ای تازه نیست. یکی از معروفترین افرادی که در حصر خانگی بوده این زن است، آنگ سان سوچی، رهبر لیگ ملی دموکراسی میانمار یا همان برمه. او در فاصله سالهای 1989 تا سال 2010 میلادی در مجموع 15 سال را در حبس خانگی به سر برد. آزادی او از مطالبات اصلی مردم بود، ولی مردم از حکومت هم به شدت می‌ترسیدن و وقتی اون رو حبس کردن مردم احساس می‌کردن که دیگه رهبری ندارن. برای همین هرچند آزادی او خواسته مردم بود، اونا نمی‌تونستن این خواسته رو به راحتی بیان کنن. 5 سال پس از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 88، در ایران اوضاع کمی متفاوت است. اما واقعا ممنونم از شما که این مدت برای رفع حصر غیرقانونی نخست وزیر امام و بانوی فداکار جنبش سبز و همینطور شیخ محبوبمان تلاش شدید. این سخنرانی یک دختر دانشجو در دانشگاه امیرکبیر است، 2 روز پیش. اما با وجود اینترنت و کمپین‌های سیاسی آنلاین، هنوز بسیاری معتقدند که درخواست رفع حصر محدود به عده دانشجو و فعالان شبکه‌های اجتماعی شده. بیان کردن این خواسته، بیان کردن خواسته پرهزینه‌ای شده واسه آدم‌ها. هنوزم که هنوز آدم‌ها با اینکه احمدی نژاد رفت، انتخابات شد، 2.5 سال ازش گذشته، دارن بابت همون خواسته‌هاشون هزینه میدن. اینکه ما بخوایم اینو بسنجیم چقدر این خواسته بین عموم مردم جریان داره، به نظر من کار آسونی نیست. نظام سیاسی میدونه که آتش زیر خاکستری وجود داره، ولی خوشنود از اینکه جلوه های ظاهریش تونسته مهار بکنه و مطالبه و خواست آزادی این 3 نفر در واقع منحصر شده به شعارهایی که در برخی از مراسم داده میشه.
هدف از حبس خانگی مخالفان و معترضان سیاسی در کشورها قطع ارتباط آنها با جامعه و فراموش شدن آنهاست. اما در بسیاری از موارد جنبش ها و احزاب مخالف حتی با حبس رهبرانشان هم پا بر جا میمانند. میامار یکی از آن نمونه هاست. او دو سال بعد از آزادیش در سال 2012 به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. در دوره کوتاه حزبی که او رهبریش رو به عهده داشت تقریبا تمام کرسی های مجلس رو برد. حسر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد کمک کرد که اونا نوعی وجاهت و برتری اخلاقی به دست بیارن، گرچه خصلت یا ویژگی این برتری اخلاقی سلبی است، یعنی مشکل برمیگرده به نداشتن وجاهت اخلاقی حذف کنندگان. اما در این حال چالش و اون شکاف بین دولت و ملت رو افزون کرد و یک زخم کهنه رو باز کرد و دوباره اون رو با یک زخم جدید اضافه کرد بهش و هنوز این ماجرا وجود داره و خب این برای پیشرفت یک کشور به سمت روال‌های دموکراتیک اصلا مفید نیست. اعتراض های بعد از انتخابات سال 88 در آن زمان سرکوب شد و رهبران آن هم همچنان بدون محاکمه در حبس خانگی هستند. ولی اتفاقات آن دوره در خاطره جمعی مردم ایران چه حامی آن جنبش و چه مخالفان آن هنوز زنده است و تا به امروز حصر این افراد در پاک کردن نام آنها از اذهان عمومی چندان موفق نبوده. فرانک عمیدی، بی بی سی. محمد حسن این هیکل یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین روزنامه‌نگاران جهان عرب درگذشت. او در دوره ریاست جمهوری جمال عبدالناصر سردبیر روزنامه الاهرام بود و آن را به یکی از مهمترین روزنامه‌های عربی تبدیل کرد. ده‌ها جلد کتاب درباره تاریخ معاصر مصر و جهان عرب نوشت و از جمله یک کتاب درباره ایران به نام ایران روی آتش فشان. او مدتی هم در ایران بود. آقای هیکل 92 سال داشت. مهرداد فرهمند نگاه تصور مصر بدون هیکل سخت است. هیکلی که تاریخ معاصر مصر زیر سایه اش جریان داشت. هیچ کس چون هیکل شاهد زنده تاریخ مصر نبود. آنچه همه خوانده یا شنیده اند را او دیده بود. از خیلی نزدیک هم دیده بود. از همان پشت پرده صاحبان قدرت و سیاست. هیکل را دوستی نزدیک با جمال عبدالناصر هیکل کرد. در آغاز این دوستی هیکل به عنوان خبرنگار جنگ آوازه‌ای داشت، اما ناصر افسری گمنام بود. از آن پس تا پایان عمر ناصر هیکل همیشه در کنارش بود. بهم من بعد کل واحد ساهم فی نمو. نزدیکی این دو نفر به هم باعث رشد هر دوشون شد. هر دوشون خیلی از هم سود بردند. ناصر از بعد سیاسی و به خصوص سیاست خارجی استفاده کرد و هیکل هم از این طریق تونست روزنامه اهرام رو برترین روزنامه عربی و یکی از 10 روزنامه مهم جهان بکنه. نزدیکی به رهبر کشور، آن هم رهبری چون جمال عبدالناصر، برای روزنامه نگار یعنی رسیدن به گنج. حمد حسین هیکل عندما کان یکتب، وقتی محمد حسن الهیکل مقاله‌ای می‌نوشت، همه سفارتخانه‌های مصری منتظر می‌موندن تا روزنامه بیرون بیاد و تو مقالش دنبال خبر بگردن. هیکل تمام عمرش خبرنگار بود و دنبال خبر. همه کسانی که می‌شناسنش می‌دونن که هر وقت به کسی برخورد می‌کرد، اولین کاری که می‌کرد این بود که ببینه آیا ازش خبری در میاد یا نه. اصلا رابطهش رو با آدم‌ها بر این اساس تنظیم می‌کرد و نحوه برخوردش با دیگران بر این اساس بود که آیا خبری براش دارن یا نه. هیکل مغز سیاست خارجی ناصر بود. زمان نهضت ملی شدن نفت به ایران رفت. اولین کتابی که نوشت درباره ایران بود. مصدق را او به مصر معرفی کرد و پیگیر دعوتش به مصر و استقبالی تاریخی از او شد. پس از ناصر، هیکل منتقد و مغضوب سادات شد. حتی به زندان هم افتاد. منتقد مبارک هم بود، اما همیشه مورد احترامش قرار داشت. به قیام‌های عربی نگاهی بدبینانه داشت. با اسلام‌گرایان مخالف بود. از کودتای سیسی حمایت کرد. ما یجمع یعنی القاسم المشترک بین علاقت هیکل بچه اشتراک هر 4 رئیس جمهور پیشین مصر در رابطه‌شون با محمد حسن این هیکل این بود که هیکل کاری کنه که بیش از این که او به عنوان روزنامه‌نگار به اونها نیاز داشته باشه، اونها باشن که نیازمند این روزنامه‌نگار باشن.
تجربة حياة ليست قصة إنسان وليست هیکل با اینکه جایگاهش بسیار فراتر از یک روزنامه نگار بود اما هیچگاه جز یک عنوان برای خود نپسندید. روزنامه نگار. مهرداد فرهمند، بی بی سی، قاهره. بیماری‌های روانی از مشکلات بزرگ در همه جوامع است، از جمله بایپولار یا اختلال دو قطبی که معمولاً افراد زیر 25 سال دچار آن می‌شوند. اختلالی که تشخیص آن برای خانواده آسان نیست و گاه با افسردگی و یا حال و هوای نوجوانی اشتباه گرفته می‌شود. آنایتا شمس پای صحبت یک زن جوان نشسته که با کمک یک بازیگر تصویری از این بیماری به ما می‌دهد. من همیشه باید این اختلال رو از اطرافیانم مخفی نگه دارم، حتی عمه و خاله و دایی و عموی منم اطلاعی از اختلال من ندارن و من همیشه باید اینو به عنوان یک راز نگه دارم. بایپولار یا اختلال دو قطبی اختلال روانی است که باعث نوسانات خلقی همراه با افسردگی و شیدایی شدید است. معمولا بایپولار ها میگن مثلا حالت عاشق شدن رو در نظر بگیرید، چندین برابرش کنید، یه چیزی شاید دستتون بیاد که بایپولار ها در دوران شیدایی چه چیز رو تجربه میکنن. افکار آدم افکار درست و واقعی نیست. من اون زمان فکر میکردم یه بنده خاص خدا هستم که مثلا چنین حالاتی به من دست داده و بعدا متوجه شدم نه، همه اینا یک علائم مربوط به اختلال بوده. One thing that distinguishes bipolar disorder from چیزی که بیماری بایپولار رو با بیماری دیگه ذهنی مثل اسکیزوفرنیا جدا میکنه باهوش بودن نسبی این افراده. نه همیشه، ولی به طور نسبی افراد بایپولار از آیکیو بالاتری برخوردارن و کسانی هن که به اهداف بالایی در زندگی رسیدن. برای همین هم است که این افراد در زندگی بسیار ضربه میخورن، چون کارهایی که میتونستن انجام بدن و دیگه نمیتونن انجام بدن و خیلی چیزها رو از دست میدن. And they've lost a lot. مدرسه تیسوشان بودم، المپیاد هم قبول شدم مرحله اول، معدلم خیلی بالا بود. میگم تمام زندگی عادت کرده بودم که همیشه جزو شاگردای خوب باشم، خوب پیش بره و بعد دارو درمانی شروع شد، حالا دوره افسردگی من شروع شد، انرژیم به شدت پایین اومد، تمرکزم رو از دست دادم، درسم به حدی افت کرد که یک دوره 4 ساله لیسانس رو من 7.5 سال طول کشید که تموم کنم. افزایش انرژی، پریدن از ایده‌ای به ایده‌ای دیگر، احساس داشتن قدرتی خارق‌العاده برای انجام کارهای بسیار بزرگ از حالات شیدایی است، بیخوابی و پرحرفی. و گاه در آن سوی قطب کوچکترین محرک فرد را به پوچی می‌کشاند و همه چیز بی اهمیت می‌شود. تمام ایده‌هایش به یک بار غیر واقعی و بیهوده می‌گردند. این دوران افسردگی است. معمولا وقتی به مردم میشنون بایپولار میگن طرف خوشحاله، گاهی وقتا گاهی وقتا هم حالش مودش ناراحته، ولی واقعا شدت اینها رو نباید با حالتی که خودشون تجربه میکنن مقایسه کنن. یه بایپولار به شدت خوشحال میشه و بعد هم به شدت ناراحت میشه. اینها واقعا براش آزاردهنده است. The family and friends are extremely important for all of our. فامیل و دوستان بسیار مهم هستند. گاهی جوانانی هستند که محیط خونه‌شون همیشه آشفته است که میتونه جرقه‌ای باشه.